خواستم از اون چه که در روزهای ششم و هفتم مرداد در بیمارستان شهر اشرف اونها رو به چشم دیدم برای شما بگم. من به رغم این که از سال 58 تا الان امدادگر هستم و در ایران و در اتاق عمل هم کار کردم، اما راستش صحنه‌های فروغ ایران رو نمیتونم با هیچ کدوم از اونها مقایسه کنم. هرگز چنین صحنه‌هایی رو در طول عمرم ندیده بودم و حتی نمیتونستم تصورش رو هم بکنم. در شروع با موجی از شکستگی سر مواجه بودیم که چاره ای جز بخیه زدن نداشتیم. اما برای این کار متوجه شدم که لیدوکائین برای بی‌حسی نداریم. از مجروحین از این بابت عذرخواهی میکردیم، اما در پاسخ از همه اونها یک حرف میشنیدیم: شما کارتون رو بکنید. همه جا شلوغ بود. هینه بخیه زدن سر یکی از بچه ها، او با ناراحتی گفت: ببخشید که روی زمین خون میریزه و کثیف میشه. راستش خودم از این حرف خیلی به هم ریختم. به او گفتم: کثیف شدن زمین مشکلی نیست، دردم اینه که اینقدر خون از سرت داره میره. همه ی مجروحین با نجابت و صبوری بی نظیر دردهای طاقت فرسا رو تحمل میکردن و فقط به ما لبخند زدن. راستشو بخواهید، در لحظه اول حجم مجروحین و کیفیت جراحات اونها اولش برام خیلی سنگین بود، اما در مواجهه با اونها از این لحظه هم شرم کردم. اونجا که بعد از پانسمان و بخیه اولیه اصرار میکردن که میخوان دوباره به صحنه بازگردن، با خودم میگفتم این چه ایمانیه که اونها رو در چنین شرایطی به صحنه میکشونه. روز چهارشنبه هفتم مرداد ساعت 10 صبح بود که برای کاری به راهروی بیمارستان شهر اشرف رفتم. مجروحی رو در کف زمین دیدم که خواهرم منیژه در حال بخیه زدن زخم بود. هرچه پای او رو چک کردم محل گلوله‌ای ندیدم. پرسیدم آیا گلوله رو خارش کردید؟ منیژه گفت نه، این مجروح ماشین از روی بدنش عبور کرده. به صورتش نگاه کردم. ناجی ایمان نژاد یک جوان اشرفی بود. او چنان غرق خاک و گل بود که انگار از زیر آوار بیرون کشیده میشه. هر دومت که از ساختمون بیرون می اومدم با انبوهی مجروح جدید روبرو بودم. علی اکبر که با تبر به سری زده بودن، اسفندیار که فرقش کامل شفافته بود و رسول که هر دو پاش گلوله خورده بود. به بخش خواهرها برای کمک رفتم. اونقدر در راه رو مجروح بود که تردد رو مشکل می‌کرد. فرزانه کمانی با سری شکافته که تماماً بخیه خورده بود. نسیم با گوشی که بر اثر پرتاب سنگ پاره شده بود. نسترن، معصومه و سیما که بر اثر پرتاب سنگ سرشون شکسته بود و زهرا که چشمانش بر اثر فشار آب بیرون زده بود و نصف صورتش کبود بود. راستش تنها با اتکا به روحیه بالای خود مجروحان بود که دیدن این صحنه ها کمی و اندکی برام قابل تحمل بود. ولی با خودم فکر می‌کردم که هرگز آروم نخواهم شد
و هرگز قلبم توان تحمل چنین فجایعی رو نخواهد داشت.